سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از گالری وایت کیو به شهر لندن اجرا میکنم. در برنامه این هفته اپرای ممنوعه ساخته آفرین منصور، زوج هنری بیتنیک و به چالش کشیدن نظم سیستم های نظارتی. سه اجرا از کمپانی رقص سیدنی در پاریس. این روزها گالری وایت کیوب بخشی از فضای خودش رو به کارهای باتریس میلیازز، هنرمند برزیلی، اختصاص داده. نقاشی‌ها، کلاژ‌ها و اینستالیشن‌ها یا چیدمان‌های بازیگوشانه باتریس میلیازز، هنر بومی آمریکای جنوبی رو با کار نقاش‌های مدرنیستی مثل ماتیس، کاندینسکی و وازارلی ترکیب می‌کنند. توی کارهای اون میشه تأثیر هنرهای سنتی کشورهای مختلف رو دید. معماری باروک، تزئینات کارناوالای برزیلی، طرح‌های اسلیمی و دستبافته‌های شرقی همه در کار اون نقش دارن. یکی از کارهای اصلی نمایشگاه یه تپستری یا دستبافته دیواری 16 متریه که یه ترکیب به شدت فرمگرا و پر جنب و جوش از طرح‌های معماری با نقش مایه‌های گل و بته‌ای رو شکل داده. اسم اثر کریو آزوله به یک منطقه باستانی مربوط به تمدن مایه‌ها اشاره داره و به باور خود هنرمند گفتگوی رو به وجود میاره بین نمادگرایی و ماده گرایی. گروهی از هنرمندان مقیم کانادا اپرایی به روی صحنه بردن با عنوان فوربیدن یا ممنوعه. موسیقی این کار، کار آفرین منصوری، آهنگساز ایرانی الاصله. کارگردان اون نیمه ژاپنی نیمه کاناداییه و نویسنده متن اصالتش به جزایر کارائیب میرسه. در این کار خواننده ها اپرا میخونن، موسیقی با سازهای ایرانی نواخته میشه و در بعضی قسمت ها رپ اجرا میشه. سام فرزانه در کانادا به دیدن این اجرا رفته و از خالقان این اثر پرسیده مفهوم امر ممنوعه و ممنوعیت برای اونا چیه. کودکی من پر از قوانین دست و پاگیر بود. خیلی چیزا برام ممنوع بود. ممنوع بود که موهامو کوتاه کنم. پدرم گفته بود که تا زنده است اجازه این کارو نمیده. وقتی من توی ایران بودم به عنوان یه همجنسگرا زندگی کردم و زندگی همجنسگرا توی ایران کلا ممنوعه. به قول معروف وجود خارجی نداره. ممنوع، چیزای ممنوع ما زیاد تجربه کردیم به عنوان یک زن. بلند خندیدن یه ممنوعیت. خیلی دوست داشتم که روی داستان اپراتیکی کار کنم که موضوع اون مربوط میشه به حد و مرزهایی که یک زن شرقی باید در زندگیش رد بکنه برای اینکه خودش باشه و ممنوعیت هایی که در خانواده یا در اجتماع باهاش
گریبانگیر هست. این حرفا مصادف شد با زمانی که اسم ترامپ به خاطر طرح ممنوعیت سفر مسلمان‌ها به آمریکا در خبرها بود. گروهی میگفتن که میخوان یه جایی ثبت کنن که کی مسلمانه و کی نیست. به نظرمون رسید فرصت مناسبیه که به جای اینکه هنرمندان این کشورها رو فقط اینطور معرفی کنیم که اینها اجازه ورود ندارن، بیایم نشون بدیم اینها چه هنرمندای بزرگی هستن. و بعد اپرای تاپستری منو معرفی کردن به خانم دانا میشل سن برنارد که ایشون نویسنده و هیپ هاپ آرتیست هستن. من و آفرین درباره این صحبت کردیم که چه چیزی درباره مفهوم ممنوعه برامون جالبه. خب البته بار اول درباره چیزای هیجان انگیز مثل دزدیدن شیرینی حرف زدیم یا چطور به مدرسه میرفتیم و یواشکیمون رژ لبی که مادرمون نمیدونست داریم رو به لبمون میمالیدیم. بعد با نگاه به اینکه چرا اینا ممنوعن، در ممنوعیت‌های بزرگتری که جامعه به ما تحمیل میکنه بیشتر دقیق شدیم. دیگه فقط این داستان معطوف نیست به ممنوعیت هایی که برای زنان مطرحه و ما به تمام حوزه های دیگه هم نگاه کردیم، مثل حوزه نژاد، حوزه دین، حوزه سیاست. She knows what she does. She knows what she does. She knows what she does. داستان اپرای ممنوعه کلن یه ستون فقرات داره و یه سری حوادث در حاشیه این ستون فقرات. در ستون فقرات داستان شما شاهد یک کودک هستین. کودک درگیر فرامینیه که به او داده میشه. ما فرامین رو دستورهای دینی در نظر گرفتیم. و از اونجا داستان شروع میشه که این کودک در اطلاع کسب کردن به کجا میرسه و در این مسیر چه کسانی رو میبینه و دیدن این اشخاص چه اثراتی روی این کودک داره. در نهایت هدف این مسیر اینه که بعد از اینکه همه قوانین رو دیدی، کتاب قوانین خودت رو بنویسی. این چیزیه که من میخوام. در واقع شاید این کتاب‌ها نباید به ما بگن چه کار نکنیم، نباید بگن چه چیزی ممنوعه، باید به ما بگن چطور آدم‌هایی باشیم. خب این اپرای ممنوعه نه فقط داستانش بلکه فرمت خود اپرا ممنوع است، چون اپرای غربی خب ساز غربی استفاده میشه، استایل خواننده ها مشخصه که چی هستن، ریتم و ملودی و هارمونی داره. من باید اینا رو میشوندم، المان هیپ هاپ بهش اضافه میکردم، المان میوزیک شرق، موسیقی شرقی رو اضافه میکردم. بعد تا یه حد پایه خودم آشنا می کردم با هم هیپ هاپ هم موسیقی دستگاه های ایرانی که بعد اون وقت ببینم که حالا چه چیزهایی بین این سه تا دنیا رو می تونم به عنوان وجه مشترک پیدا کنم برای بنیان موسیقی باشه واسه خلق اپرا. یکی از کارهای ممنوعی که نسبت به موسیقی سنتی خودم انجام دادم که وظیفه‌ام بود به خاطر این کار، مایه اون دستگاه رو و گوشه رو عوض کردم. یعنی تونالیتش رو شکوندم، ملودی رو گرفتم و اونو مخلوط کردم با موتیف های دیگه ای که ساختم و کلن کشوندمش به جاهای دیگه ای از نظر موسیقیایی. خیلی تجربه خوبیه، اما خب خیلی دور از ذهن برای ما و خیلی هم سخت به خاطر اینکه هم برای ما سخته هم برای خواننده ها، چون خواننده ها هم انتظار ندارن همچین سازی رو بشنون زیر صداشون، یعنی اونا عادت داشتن با ارکستر حداقل پیانو باشه، یعنی یک سازهای دیگه غربی باشه. بنده هم تا حدودی مجبور شدم که یه مقداری فواصل نامتعارف در موسیقی سنتی که خب تخصص بنده هست، یه مقداری مجبور شدم که فواصل نامتعارف در موسیقی سنتی استفاده بکنم در این اپرا و این خب برای من تجربه جدیدی بوده. توی اپرا خواننده میاد، یک متنی براش نوشته شده، تمام نوت‌ها رو بهش گفتن و میدونه کجا باید چی بگه و چی نگه. رپ خیلیش
بداهه نفس کشیدن حتی میتونه توی رپ یه باری رو پر بکنه و خب این خیلی کار آسونی نیستش که بخوای با یه گروهی کار بکنی که همه اینجوری خیلی اوتو کشیده وایستادن و چه چه میزنن جلوی تو و تو داری میگی خب من از جایی که میام نه 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 یه فضای دیگه است. دنبال پول زور خریدار گوره بوده نتیجه ژن خوبه مبلغ راه نوره ولی نمیره میگه زوده. In looking at what the future اگه بخوایم بدونیم آینده ای اپرا چیه، ممنوعه مثال خیلی خوبه اونه. به نوعی بازتاب دهنده شهر تورنتو هم هست. یه جامعه خیلی خوب ایرانی در اینجا هست. تورنتو کلا یه شهر چند فرهنگیه و این باید در هنری که ما خلق میکنیم هم به نمایش در بیاد. ممنوعه مثال خوبه اونه که رپ، موسیقی سنتی ایرانی و سازهاش و همینطور اپرا رو با هم قاطی کرده. اپرا ژانریه که تقریبا همه چیز رو میتونه با هم جمع کنه. یعنی میخوام بگم چرا اپرا باید هنوز همون هنری باشه که باید با لباس رسمی بری به تماشاش یا عالمه هم پول بدی و 4 ساعت طول بکشه و مجبور باشی تا آخرش رو هم تماشا کنی. گزارش بعدی ما به معرفی زوج هنری اختصاص داره به نام بیتنیک که با اینترنت و درباره اینترنت کار میکنن و در کارشون سوالای بنیادینی درباره مسائل جامعه معاصر مطرح میکنن. تماشا در برلین به دیدن این زوج رفته. یکی از ویژگی‌هایی که هنر قرن 21 رو از دوره‌های پیشین متمایز می‌کنه، رواج استفاده از فناوری دیجیتال و تأثیری که این فناوری در محتوا و فرم آثار هنری گذاشته. گروه بیتنیک که فعالیت خودش رو از سال 2000 شروع کرده، از ابزارهای دیجیتال کمک می‌گیره تا نظمی رو که ساختارهای سیاسی و اقتصادی به زندگی مردم تحمیل می‌کنن، زیر سوال ببره. بیتنیک با اقتباس از روش‌های هک کردن در علوم کامپیوتر، نظم سیستم‌های نظارتی رو به هم می‌زنه و از این طریق نقش اونها رو در زندگی روزمره شهروندها برجسته می‌کنه. از آغاز کارمون از هک کردن به عنوان فعالیت هنری استفاده کردیم. هک کردن در علوم کامپیوتر به معنای حل کردن سریع یک مشکل با بکارگیری روش‌های هوشمندان است. کار ما اینه که تا اونجایی که ممکنه درباره یک سیستم کامپیوتری اطلاعات به دست بیاریم و از این طریق بتونیم اون سیستم رو دستکاری کنیم. وقتی که ما در کارکرد سیستم‌ها اختلال ایجاد می‌کنیم، صبر می‌کنیم تا ببینیم چه نتیجه‌ای به دست میاد و اون نهایتاً کار هنری ما رو تشکیل میده. در سال 2012 بیتنیک تصمیم گرفت پروژه‌ای در ارتباط با دوربین‌های مداربسته لندن که تعدادشون در عرض یک سال 3 برابر شده بود انجام بده. سازمان‌های امنیتی دلیل افزایش تعداد این دوربین‌ها رو برقراری امنیت در زمان برگزاری بازی‌های المپیک عنوان کرده بودند. بیتنیک با مداخله در تصویرهای دریافتی این دوربین‌ها تلاش کرد تا این ایده که سیستم‌های کنترلی حق تمام و کمال نظارت بر مردم در محیط‌های عمومی رو دارن زیر سوال ببره. در پروژه شطرنج نظارتی ما یک وسیله طراحی کردیم تا بتونیم از طریق اون در سیستم‌های نظارتی موجود در شهر اختلال ایجاد کنیم و کنترل اونها رو به دست بگیریم. I've hijacked your surveillance camera.
I'm the one with the yellow suitcase. How about a game of chess? کار ما این بود که در شهر راه بریم و با یک فرستنده امواج قوی تصاویری رو به دوربین‌های مداربسته بفرستیم. ما به امید پیدا کردن همبازی در لندن برای مدتی گشت زدیم و در نهایت خیلی هم موفق نشدیم کسی رو پیدا کنیم. Chess is everything, art, science and sport. در سال 2013 گروه بیتنیک در ادامه مسیر به چالش کشیدن سیستم‌های نظارتی پروژه‌ای در رابطه با جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس اجرا کرد. آسانج پس از هک کردن آرشیوهای اسناد محرمانه دولت‌ها و افشای اونها از طریق اینترنت از سال 2010 تحت فشار مداوم کشورهای مختلف از جمله آمریکا قرار گرفت. در سال 2012 آسانج به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و از اون به بعد ساختمان این سفارت را ترک نکرد. کار هنری بیتنیک با نام بسته‌ای برای آقای آسانج نشون دهنده همسو بودن فعالیت این گروه با اقدامات هنجار شکنانه جولیان آسانج بود. در اثر بسته برای آقای آسانج ما برای جولیان آسانج یک بسته پستی فرستادیم. برای اینکه مطلع بشیم این بسته در پست از چه سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی عبور می‌کنه، ما یک دوربین درون بسته جایگذاری کردیم که این اطلاعات رو ضبط می‌کرد و در اختیار ما قرار می‌داد. دوربین و تجهیزاتی که درون این جعبه قابلیت این رو داشت که تصاویر رو مستقیم به ما و اینترنت ارسال کنه. ما یک وبسایت هم داشتیم که مردم از طریق اون میتونستن مراحلی که بسته پشت سر میذاره رو به صورت زنده تماشا کنن. بسته در اولین آزمایش بعد از 42 ساعت به دست آسانج رسید. در طی این مدت تصاویری که از بسته دریافت می‌کردیم که اغلب سیاه و تاریک بودند به صورت زنده در اینترنت پخش می‌شد. این تصاویر سیاه برای ما به شدت تکان دهنده و قوی بود. ما با دیدن هر نور و یا هر رنگی که گوشه تصویر ظاهر می‌شد، امیدوار می‌شدیم که بسته هنوز در حال حرکته. Darknet shopper bought as its first item Fire Brigade Master Keys set. ما یه نرم افزار طراحی کردیم به اسم خریدار تصادفی دارکنت و یه بودجه هفتگی 100 دلاری هم در اختیارش قرار داریم. وظیفه این نرم افزار این بود که هر هفته به صورت تصادفی جنسی رو از وبسایت‌های غیرقانونی خریداری و اون رو به فضای نمایشگاه ارسال کنه. Random darknet shopper bought as its seventh item Nike Air Easy 2. اجناسی که ربات خریداری می‌کرد در جعبه‌هایی که قبلاً در نمایشگاه تعبیه شده بود قرار می‌گرفت. بازدیدکننده‌ها با کالاهای مواجه می‌شدند که ربات خریداری کرده بود. اقلامی مثل سیگار، شاهکلید آتش‌نشانی، پوشاک با برچسب‌های تقلبی مارک‌های شناخته شده و کفش‌های ساخت چین. در طی روند خرید، ربات یه بسته قرص اکستاسی خریداری کرد و با فرستادن اون به نمایشگاه، بیتنیک رو با سوالی جدید مواجه کرد. ده قرص اکستاسی که از آلمان خریداری شده بود، به محض اینکه به نمایشگاه رسید، توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. پلیس که از طریق رسانه‌ها متوجه این مسئله شده بود، در روز آخر نمایشگاه به گالری اومد. اینجا بود که یه سوال مطرح شد. چه کسی مسئول خرید این جنس غیرقانونیه؟ نرم افزاری که به طور مستقل عمل کرده، هنرمندی که این نرم افزار رو طراحی کرده و یا گالری که اون رو به تماشای عموم میگذاره؟ بیتنیک برخلاف سیاست‌های کلان رایج در اقتصاد و فناوری معتقده که پیشرفت‌های علمی نه برای محدود کردن مردم که باید در جهت خدمت به اونها استفاده بشن.
ما فکر میکنیم به عنوان هنرمند کارمون طرح سواله. ما به شخص جوابی برای این سوالها نداریم و معتقدیم این خیلی مهمه که مردم جوابهای خودشون رو برای این سوالها پیدا کنن. سری بزنیم به صحنه رقص در تئاتر شایو پاریس که بهار امسال میزبان سه اثر از کمپانی رقص سیدنی بوده که نزدیک به 50 سال قدمت داره. زهرا امین ابراهیمی به دیدن این کارها رفته و با مدیر هنری این کمپانی که خودش هم طراح رقصه گفتگو کرده. برنامه‌ای که توی تئاتر شایو اجرا می‌کنیم سه کار مختلف از سه طراح رقص رو شامل میشه. اولی به اسم ویلد بیست، اثر کارگردان و طراح رقص استرالیایی گابریل نانکویل که خودش هم غیر از کارگردانی رقصنده و بازیگر بوده و هست. همونطور که از عنوان اثر پیداست، رویکردی حیوانی داره و کاری پر از حمله و درنده خوییه. لحظاتی در اثر هست که به نظر خطرناک میرسه. در اصل اثریه که درباره قدرت فردی و توانایی های گروهیه. اثر دوم ماه کامل یا ماه شب 14 فولمون، کاری از طراح رقص تایوانی چنگ چونگ لونگ که یک اثر بدیع و فوق‌العاده و شخصیت محوره. چونگ لونگ و رقصنده هاش در این اثر به تفاوت دیدگاه فرهنگ های مختلف به ماه پرداختن. در فرهنگ شرقی یک خرگوش در ماه میبینن و در فرهنگ غربی یک چهره درون ماه میبینن. مثلا یکی از داستان ها درباره اینه که چطور یک ساحره اداره ماه رو به دست میگیره. همه این شخصیت ها خرگوش، جادوگر یا بودا در جهانی که چونگ لونگ خلق کرده وجود دارن. کاریه با تنها 8 رقصنده که فردیت اونها رو به نمایش میذاره و همچنین ظرافتشون رو به عنوان رقصنده و بازیگر نشون میده. اثر سوم هم که خودم طراح و کارگردان اون هستم لاکس تنبریس نام داره و من اون رو نور و تاریکی ترجمه میکنم. اولین چیزی که توی این کار منبع الهام من برای خلق شد موسیقی بود. یه حسی داشتم که به من میگفت موسیقی کار چطور باید باشه. از اول میدونستم که میخوام با نیک والز، آهنگساز استرالیایی کار کنم و میدونستم که موسیقی الکترونیک باید محوریت داشته باشه. همه اون احساسی که نسبت به موسیقی داشتم رو نوشتم. میخواستم عجیب و غریب، غیر منتظره، عمیق و در این حال آشنا باشه. نوشتهام رو به نیک دادم و او شروع به کار کردن روی یه سری صداها کرد و بعد از چند روز ایده نور و تاریکی از لابلای اثر سر در آورد. این که چطور نور و تاریکی روی ما انسانها تأثیر میگذارن، خاطرات و تجربه هایی که از روشنایی و تاریکی داریم به موضوع اصلی تبدیل شد. ما اغلب نور و روشنایی رو مثبت میبینیم و برداشتی منفی از تاریکی داریم. فکر میکنیم که دانش در تضاد با جهل و صدا در تضاد با سکوت. ولی به نظر من نور و تاریکی علارغم این دوگانگی هر دو مفهوم مثبت و منفی رو در خودشون دارن.
روشنایی و نور میتونه باعث بیخوابی و منجر به کوری بشه و اینطوری عاملی منفی باشه. تاریکی هم میتونه آرامش، استراحت و خواب به همراه بیاره. به این ترتیب با رقصنده ها سعی کردیم بفهمیم این دو چه اثری روی ما به عنوان هنرمند دارن و این تلاش هم حرکات رقصنده ها و هم احساساتشون در کار رو تحت تاثیر قرار داد. از همون ابتدای کار با طراح نور هم همکاری خیلی نزدیکی داشتم و در کنار هم روی خلق جهانی کار کردیم که هم به جزئیات می‌پردازه و هم کلیات. از یک طرف انگار توی شب داریم به تک تک پنجره‌های خانه‌های مردم نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که چه اتفاقاتی توی زندگی اونها می‌افته و از طرف دیگه انگار که به نمای کلی یک شهر در شب نگاه می‌کنیم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونین روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینین. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه‌های قبلی ما رو ببینین، به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.